من میخواستم از دوست عزیزم یدالله بلدی خواهش کنم که میکروفونشون رو باز کنن، تصویرشون رو با ما به اشتراک بگذارن، در فعالیت های آلمان ما رو سهیم کنید و نظر خودتون رو بیان بکنید. بفرمایید آقای بلدی. عرض سلام دارم به خدمت یکایک عزیزان، هر کجا که هستید، با آرزوی پیروزی برای ملت ایران. در طول این 10 روز گذشته ما 6 روز تمام در جلو کنسولگری جمهوری اسلامی تظاهرات داشتیم که بین 100 نفر تا 600 نفر در این روزهای مختلف شرکت می کردن و خوشبختانه مشکل خاصی هم پیش نیامد. اختلافات جزئی بود که خوشبختانه با وساطت حل می شد. دیروز بزرگترین تظاهرات شهر هامبورگ در سالیان اخیر بود، یعنی حتی خارجی ها چنان تظاهراتی با این وسعت نداشتن. ما بیش از 1200 نفر در این تظاهرات شرکت داشتیم. البته یه گروه دیگه هم بودن، اونا 50-60 نفر بودن، جدا از ما بودن. ما هرچی رفتیم صحبت کردیم که بیاید با هم باشیم که نپذیرفتن. به هر حال این سری تیپای جوان بودن، جوانی که تازه از ایران آمده بودن و خواستهای خاص خودشونو داشتن. منتها مسئله ای که این مسئله وجود داشت، همون مسئله که خانم مشروع بهش اشاره کردن، بازم بر سر پرچم اینها مشکلات پیش آمد و اونجا کلی صحبت کردیم که هنوز هیچی نشده، هنوز ما به وطن ما باز نگشتیم. شما میگید این نباشه اون نباشه، ما کی هستیم؟ ملت ایران تصمیم گرفته به دموکراسی برسه، به آزادی برسه. ما 1000 نفر 1200 نفر که نمیتونیم برای اونها تعیین تکلیف کنیم. شما 3 نفر 4 نفر میان پرچم میکشید با این که چی بشه؟ خوشبختانه اون مسئله حل شد. ولی اون چیزی که دیروز بسیار بسیار ارزشمند بود، انعکاسش در رسانه‌های گروهی آلمان بود، در تلویزیون‌ها، در رادیوها و در مطبوعات نشان داده شد. و بازم چیزی که مهمتر بود، ما چون در مرکز شهر گذاشته بودیم و در اون روز هم مرکز شهر بسیار شلوغ بود، آلمانی‌ها توجه بسیاری داشتند. در اون سالیان اخیر که ما هر گونه تظاهراتی داشتیم، آلمانی‌ها واقعا بی‌توجه بودن، اعلامیه‌ها رو از دست ما خیلی به ندرت می‌گرفتن، ولی دیروز مشتاقانه ایستاده بودن، اعلامیه‌ها رو می‌گرفتن، می‌خواندن و گاهی تشویق می‌کردن. و ایده‌ای هم بودن که وقتی سرودای خوانده میشه، سرودای آلمانی، اینا هم هماهنگی می‌کردن. امیدواریم به هر حال بتونیم این مسئله تداوم پیدا کنه. امیدواریم بتونیم یک پیوند بسیار ناگسستنی با داخل ایران داشته باشیم. من معتقدم داخل و خارجی تفاوتی با هم ندارن، منتها چون ما در اینجا از آزادی‌های بسیاری برخورداریم و امکانات زیادی داریم، باید بتونیم یک پیوندی با داخل کشور داشته باشیم که صدای رسای اونها باشیم. سپاسگزارم. سپاسگزار از شما آقای بلدی عزیز.